شرکت فرهنگ فیلم تهران تقدیم می کند. هملت، اثر ویلیام شکسپیر، مترجم محمود اعتمادزاده بهازین، تنظیم کنندگان میکائیل شهرستانی، صنم صالحی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، مارسلوس، مصطفی عبداللهی، هوراشیو، رحمان باقریان، کلادیوس، احمد ایرانی خواه، لایرتیس، اسماعیل بختیاری، پلنیوس، میکائیل شهرستانی، هملت، صفا آقاجانی، گرترود، رویا فلاحی، اوفیلیا، میکائیل شهرستانی، شبح، امیر فرهانیا، روزنکرانس، محمد رضا علی، گیلدنسترن، عباس شادروان، بازیگر نقش شاه، الکساندر اوانسیان، پیش پرده خان، رازیه مومیوند، بازیگر نقش شهبانو، امیر زنده دلان، بازیگر نقش لوسیانوس، بهرام سروری نژاد، گورکن، محمد حسن عشقیان، کشیش، نورالدین جوادیان، از رک. دستیاران: صنم صالحی، شیرین فرخنده نژاد. هماهنگی: محمد رضا عددیان. صدا برداران: علی حاجی نوروزی، بهزاد ناظری. افکتور و تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. کارگردان: میکائیل شهرستان. کیست؟ ایست؟ اسم شب؟ زنده باد شاه. هوراشیو؟ خودم هستم. خوش آمدید هوراشیو، درست سر وقت آمدید. همکنون ساعت 12 بار زنگ زد. باز همان چیز امشب ظاهر شد؟ هنوز نه. ظاهر نخواهد. مثل این که یک بار دیگر باید بگویم چه دیدم. در این دو شب هنگامی که ساعت زنگه، نگاه کنید، دوباره آمد. میبینید سربران؟ درست به همون هیئت شاهی که در گذشت. آیا شبیه شاه نیست؟ سربران، چیزی از او بپرسید. چیستی تو که این وقت شب را قصف کرده و زرهی را که پادشاه در گذشته دانمارک در آن ظاهر میشد بر خود بسته ای؟ سخن بگو. ببینید دور میشود. بمان، حرف بزن، چیزی بگو. به تو امر میکنم چیزی بگو. رفت، پاسخی نداد. اگر با دو چشم خود نمیدیدم نمیتوانستم باورش دارم. آیا شبیه شاه نبود؟ همانقدر که تو شبیه خودت هستی، با همان خود و زره که هنگام رزم میپوشید. دوبار تا کنون درست در همچو ساعت خاموشی از شب از برابر دیدگان من گذشته است. من بر این عقیده‌ام که برای کشور ما خبر از آشوب‌های شگرف می‌دهد. خب سرورم، شما که می‌دانید برایم بگویید برای چه هر روز آن همه توپ‌های مفرقین می‌ریزند و چرا آن همه مصالح جنگی وارد می‌کنند؟ مگر چه در پیش است؟ شاه در گذشته من از جانب شاه فورتینبراس به مبارزه خوانده شد و در مبارزه شاه نروژ را کشت.
بر اساس پیمانی که قبلا با هم بسته بودند، سرزمین های شاه نروژ به شاه درگذشته من رسید و اینک پسر جوان او سپاهی بیباک گرد آورده تا سرزمین هایی را که پدرش از دست داده از چنگ ما به در آورند. و این با آن هیئت شومی که سلاح بر تن در نگهبانی ما ظاهر می شود می تواند سازگار باشد. آرام آرام آرام، ببین باز هم آمد. بیست، با من حرف بزن. مارسلوس نگهش دار. اطاعت، با نیزم بزنمش. اگر نخواست بیستد بزن. نگهش دار، نگذار برود. بیست، بیست، حرف بزن. دیدید سروران، نیزم از بدنش عبور کرد. باید آن چرا که امشب دیده این به حملت جوان گزارش کنیم. سوگند این روح که با ما گنگ ماند با وی سخن خواهد گفت. و من میدانم فردا صبح کجا میتوانیم شاهزاده را ببینیم. اگرچه یاد مرگ برادر گرامی من همچنان زنده است و با اندوهی خردمندانه به یاد اوییم، اما خود را نیز در یاد داریم. از این رو آنکه زمانی به جای خواهر ما بود، اینک شهبانوی ما و وارث این کشور است. و اینک لایرتیز، شما سخن از تقاضایی به میان آوردید. چه تقاضایی؟ خداوندگار من، از شما رخصت بازگشت به فرانسه را می طلبم. آیا از پدرتان اجازه داری؟ استدعا می کنم اجازه فرمایید برود. لایرتیز، در ساعت دلخواه برو. اطاعت سرورم. و اینک شما هملت، برادرزادم، فرزندم. کمی بیش از برادرزاده، اما کمتر از فرزند. چگونه است که هنوز ابر اندوه بر شما سایه افکن است؟ خداوندگارا، چون این نیست. من یک سر در آفتابم. هملت جان، با این پلک های فرو افتاده پدر بزرگوارت را همواره میان خاک مجون. این سرشت خوب و ستودنی شماست هملت که در حق پدرتان به ادای تکلیف سوگواری قیام میکند. اما خواهش میکنم این اندوه را بر خاک بیفکنید و ما را پدر تازه خود بشمارید. و اما درباره بازگشتتان به دانشگاه ویتنبرگ، این یک سر مغایر میلم است. اینجا بمانید. هملت، خواهش میکنم با ما باش و به ویتنبرگ نرو. بانوی من، فرمان بردارم. این هم جوابی مهرامیز و پسجا. بیایید بانوی من، این موافقت آزادانه و سرشار از لطف هملت بر دلم می نشین. کاش این تن سخت می توانست به گدازد و آب شد. اوف بر این جهان، تنها دو ماه پس از مرگ پدرم. تازه دو ماه هم نه. شاهی بدان خوبی و شایستگی و در حق مادرم چنان مهربان که روانه می داشت بادها بر چهرهش به خشونت بگذرد. بی وفایی نام تو زن است. ای قلب من، در هم شکن که باید زبان بردوخت. درود بر شما خداوندگارم. آه، خوشحالم که سلامت میبینم اتان هورشیو. چه چیز از دانشگاه ویتنبرگ آواردتان کرد؟ و شما مارسلوس؟ ذوق و دلگرمی خداوندگار عزیزم. من که این گفته را حتی از زبان دشمنتان هم نمیتوانم بپذیرم. پس به چه علت به السینور آمده اید؟ خداوندگارا، برای مراسم سوگواری پدرتان آمدم. خواهش میکنم دوست من، بر من بخند. به گمانم برای جشن عروسی مادرم آمده ای. براستی خیلی زود در پی هم اتفاق افتادم. صرفه‌جویی اوراشیو، صرفه‌جویی. غذاهای سرد شده ماتم را در جشن عروسی صرف کردند. کاش چون این روزی را هرگز نمی دیدم. پدرم، گویی پدرم را می بینم. سرورم، کجا؟ در چشم خیال اوراشیو.
من خداوندگارم به گمانم همین دیشب او را دیدم. دیدی؟ کرا؟ پدر تاجدار شما را. پدر تاجدار مرا؟ یک لحظه بر حیرت خود غلبه کنید و به دقت گوش دهید تا به گواهی مارسلوس این را بر شما گزارش کنم. برای خدا بگویید بشنوم. دو شب پیاپی مارسلوس که نگهبان بود، هیئتی شبیه پدرتان را که زره پوش بود دیده است که از کنار او گذشته. دو شب پیاپی این اتفاق افتاده بدون اینکه سخنی بگوید. سپس در نهان این راز را با من در میان گذاشت. شب سوم من هم با او به نگهبانی پرداختم و درست در همان زمان و با همان هیئت شبح ظاهر شد و من پدرتان را باز شناختم. خب این اتفاق کجا روی داد؟ خداوندگار من، در میدان هنگام نگهبانی. با او سخن نگفتید؟ چرا خداوندگار من؟ راستی که باور نکردنی است. مارسلوس، آیا امشب هم نگهبانی میدهید؟ بله خداوندگار من. چهرش را دیدید؟ بله خداوندگار من. براشفته مینمود؟ بیشتر غمگین بود تا خشمناک. کاش آنجا بودم. آیا مدت درازی ماند؟ آنقدر که با شتاب بتوان تا صد شمرد. من هم امشب با شما نگهبانی میدم. شاید باز بیاید. اگر در هیئت پدرم پدیدار شود حتما با او سخن خواهم گفت. از شما خواهش میکنم اگر تا به حال این راز را مخفی نگاه داشته اید همچنان خاموش بمانید. بس به سلامت. من بین ساعت 11 و نیمه شب در میدان به شما خواهم پیوست. بالا حضرت مراتب احترام ما را بپذیرند. بالا حضرت روز خوش. روز خوش. شبح پدرم زره پوشیده، بوی خیر نمی آید. به گمانم خیانتی در کار است. کاش شب زودتر فرا می رسید. تا آن زمان ای روح من آرام باش. آرام باش. بار سفرم در کشتی است. خدا نگهدار خواهر، مرا از حال خود با خبر کنید. حتما. و اما درباره حملت و توجهات ناچیزش، آن فقط بازی و بلهوسی جوانی است و دیگر هیچ. همین و دیگر هیچ؟ جز این هیچش ندانید. شاید در این دم دل باخته شما باشد، اما با این مقام شما باید از آن بترسید. او پایبند به اصل و نسب خیش است. اگر او را باور کنید یا دل به دوبه بازید، آبرویتان در خطر می افتد. پرهیزگارترین دوشیزگان اگر زیبایی خود را در برابر ماه نشان دهد، باز هم بی احتیاطی کرده. پس بهترین دفاع ترس است. من این پندهای نیکو را نگهبان قلب خود خواهم ساخت. هنوز اینجا ایلایتیست؟ باد در بادبانهای کشتی افتاده و همه در انتظار تو هست. خدا به همراهت. دعای خیر من بدرقه راهت بود. اجازه رفتن میخواهم سرورم. این چند اندرز را به خاطر بسپار. آنچه می اندیشی بر زبان میاور، از ستیزه بپرهیز. گوش خود را به شنیدن گفته ی هر کس بگمار، ولی با کمتر کسی هم داستانی کن. جامعت فاخر باشد و با خود درستکار باش. خداوند این پندها را در تو بارور کناد. سپاسگزارم سرورم. خدا نگهدار و فعلیا. آنچه گفتم خوب به خاطر بسپاری. همه را به خاطر سپردم. خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار و فعلیا. خدا نگهدار. مگر او به شما چه گفت اوفیلیا؟ چیزی درباره والا حضرت هملت. هملت؟ به من گفتند که از چندی پیش بارها شما را در خلوت دیده و شما نیز او را پذیرا شده اید. چرا به تیمیانتان هست؟ سرورم، در این اواخر چندین بار به من ابراز محبت کردند. محبت؟ شما به زبان دختر خام و ساده ای سخن میگویید. این حرفها را باور میکنید؟ سرورم، نمیدانم چه بگویم. من یادتان میدم. فکر کنید دخترکی بیش نیستید و خود را برتر از چنین حرفا و محبت ها بدانید. سرورم، او شرافتمندانه به من ابراز عشق کرد. میتوان گفت که شرافتمندانه فریبتان میدهد. و سخنان خود را سرورم با سوگندهای مقدس آسمانی بیان کرد. دامی دیگر برای شکار مرغکی نادان. از این پس در پذیرفتن او اندکی محتاط تر باشید. او جوان است. به سوگندهایش اعتماد نکنید. نمیخواهم کمترین اوقات فراغت خود را با او بگذرانید. حال بروید.
اطاعت سرورم. باد سختی میوزد، خیلی سرد است. باد پرسوزی است. ساعت چند است؟ چیزی به نیمه شب نمانده، پس ساعت آمدن شبح نزدیک است. سرورم، این صداها برای چیست؟ شاه امشب را زنده میدارد و میگساری میکند. تبل و شیپور برای پیروزی او چنین به صدا در میآیند. این رسم اینجاست؟ بله، من نقیده دارم که این رسم باید از بین برود. این شادخاری احمقانه موجب می شود ملت ها نکوهش من کنند و میخاره من بنامند و این عیب هنرهای ما را پست می سازد. سرورم، ببینید اوست که می آید. ای فرشتگان، یاری من کنید. اگر تو روحی والا و یا اهریمنی باشی، با چنان هیبتی آمده ای که باید با تو سخن بگویم. تو را شاه و پدر خود خواهم خواند. پاسخم ده، برای چه از جهانی دیگر سر برآورده ای؟ برای چه بار دیگر سر تا پا زره پوش ما را به لرزه درآورده ای؟ بگو برای چیست؟ سرورم، به شما اشاره میکند که با او بروید. آری، شما را به سوی مکان دور افتاده تری میخواند، ولی با او نروید. سخن نمیگوید، پس باید به دنبالش بروم. نه سرورم، نروید. جای ترس نیست، کمترین تشویشی به خود راه نمیدهم. باز مرا میخواند. میروم. نه سرورم، نباید برویم. رهایم کنید، بگذارید بروم. نروید. دستهایم را رها سازید. سرورم، نباید برویم. بازم مرا میخواند. نروید. رهایم کنید. سوگند هر کس مانع من شود از او شبحی خواهم ساخت. دور شوید. برو برو ای روح آشفته، برو، از پیت می آیم. مرا به کجا میکشانی؟ بگو، بگو، دورتر نخواهم آمد. گوش کن. بگو، گوش میکنم. آنچرا که بر تو فاش میکنم به دقت بشنو. بگو، ناگزیر از شنیدنم. و پس از شنیدن، ناگزیر از انتقام کشیدن. چه؟ من روح پدرت هستم و تا چندی محکوم هستم که شبها سرگردان باشم و روزها در زندان آتشین روزه بگیرم تا گناهانم بسوزد و پاک. گوش کن مرد، اگر پدر گرامیت را دوست داشتی، انتقام قتل فجیع او را بگیر. قتل؟ گفتم قتلی فجیع و ناهنجار. زودتر بگو تا برای انتقام گرفتن به پرواز درآیم. آمادت میبینم. پس گوش کن هملت. گفته شده است هنگامی که در باغ خود خفته بودم، ماری مرا گزید. ولی توی هملت، بدان ماری که بر جان پدرت نیش زد، اکنون تاج بر سر دارد. همویم؟ آری، آن حیوان خیانتکار با جادوی زیرکی و با هدایای جنایتکارانه خود شهبانوی مرا فریفت و با خود همراه کرد. فرصت اندک است، باید سخن کوتاه کنم. من با عادت هر روز در باغ خفته بودم، جمویت با زهری که با خود داشت به کنار من آمد و آن زهر را در گوش من دید. بدین سان بود که من به یک بار در خواب زندگی، تاج و شهبانوی خود را به دست برادر از دست دادم.
و بی هیچ توبه از گناهانم به کام مرد فرستاده شد. چه دهشت ناک. اگر جوهری در تو هست انتقام بگیر، اما مادرت را به خدا باز. خدا نگهدار. صبح نزدیک است. فراموشم مکن. فراموشم مکن. دخترم چه شده؟ سرورم چقدر ترسیدم. از چه؟ من در اتاقم سرگرم کار بودم که والا حضرت هملت با سر و روی آشفته و لباسهایی در هم و کثیف و صورتی رنگ پریده به نزد من آمد. عشق تو دیوانه اش کرده؟ نمیدانم سرورم، ولی میترسم همین باشد. چه گفت؟ مچ دستم را گرفت و سخت فشرد. در صورتم چنان خیره شد که انگار میخواهد تصویرم را بکشد. لحظه ای بدین حال ماند، سپس سرش را تکان داد و آهی عمیق کشید. آنگاه رهایم کرد و همچنان که خیره در من بود بیرون رفت. همین دیوانه اش کرده. پشیمانم که او را با هوشیاری و خردمندی بیشتری نگاه نکردم. می ترسیدم که تنها از سر هوس بازی در پی بدنامی تو باشد. لعنت بر این بدگمانی من. بیا نزد شاه برویم، این را باید به او بگوییم. خوش آمدید روزنکرانس و گیلدنسترن عزیز. سر اعلی حضرت، نیازی به خدمات شما داریم. حتما از دگرگونی حال هملت شنیده اید. از این رو چون شما از کودکی با وی پرورش یافته اید، بسیار به هم نزدیکید. او را به شادی و نشاط آورید و دریابید که او از چه رنج میبرد تا ما رنج او را برطرف سازیم. آقایان، او شما را همواره به یاد دارد و من یقین دارم به هیچ یک از دوستانش همچون شما دلبسته نیست. اندکی از اوقات خود را با او صرف کنید. سرورم، علیا حضرت، شما به جای خواهش فرمان دهید. ما هر دو فرمان برداریم و تا آنجا که در توان ماست اجرا خواهیم کرد. متشکرم روزنکرانس و شما ای گیلدنسترن عزیز. سپاسگزارم. تمنا دارم هم‌اکنون به دیدن پسرم بروید. علیا حضرت. سرورم. سرورم و شما بانوی من، پسر بزرگوارتان دیوانه است. همچون کسی را من دیوانه میخوانم. به اصل مطلب بپردازید پولونیوس. بانوی من دختری دارم و او به خاطر وظیفه شناسی و فرمان برداری این نامه را به من داده. به دوشیزه آسمانی و معبود جان من و فلیای زیبا، تردید کن که ستارگان از آتشند، تردید کن که خورشید در حرکت است، حتی در راستی حقیقت تردید کن، اما در عشق من هرگز تردید مکن. اوفلیای گرامی، من در این زمینه ها خامم و در این که ناله های خود را به وزن و آهنگ درآورم استعدادی ندارم، ولی باور کن که تو را ای که بر همه خوبان سری بیش از هر چیز دوست دارم. خدا نگهدار. آن که تا زنده است به تو تعلق دارد. هملت. این اصلا چه دختر فرمان بردارم به من نشان داده و تمام تقاضاهای او را به من گزارش کرده.
و دخترتان عشق او را چگونه تلقی کرده؟ مگر چه تصوری درباره من دارید؟ تو را مردی درست کار و شرافتمند می دانم. منت دارم چنین باشم. باری پس از آن که پی بردم این عشق پرشور بال می گشاید، به دخترم دستور دادم که در به روی خود بسته و هیچ پیغام و هدیه ای از طرف او قبول نکند. دخترم چنین کرد، و اما او که خود را رانده یافت در اندوه فرو رفت، اشتها از دست داد، دچار بیخوابی شد تا کارش به دیوانگی کشید. فکر می کنید همین باشد؟ ممکن است، امکان دارد. باز چگونه می توانیم مطمئن شویم که علت آشفتگی او همین است؟ شما می دانید که او گاه ساعتها در این سرسرا قدم می زند. آری چنین عادتی دارد. در یک همچو فرصتی من دخترم را به سوی او کیش می دهم و شما و من پشت پرده می مانیم و ناظر برخوردشان می شویم. من مطمئن هستم که علت دیوانگی او همین است. امتحان می کنیم. ببینیدش دارد می آید و چه غمگین. تشریف ببرید. استدعا می کنم هر دو تشریف ببرید. من خود را به او می رسانم. معذرت می خواهم، حال سرورم حمله چگونه است؟ خوب است، خدا را شکر. سرورم، مرا می شناسید؟ خیلی خوب می شناسم، رفتگر کاخ. او نه سرورم نیستم. پس کاش به همون اندازه تمیزکار و درستکار بودید. درستکار سرورم؟ بله آقا، در این زمانه از هر 10,000 تن تنها یک تن درستکار میتوان دید. کاملا درست است سرورم. شما دختری دارید؟ بله سرورم. نگذارید آفتابی شود. بارداری نعمتی است، اما نه آنگونه که دخترتان میتواند باردار شود. مراقب باشید. این را دیگر چه میتوان گفت؟ همواره به فکر اوست. با این همه اول مرا نشناخت، سخت عاشق است. سرورم چه میخوانید؟ حرف حرف حرف. گفتگو سر چیست؟ میانه که و که. منظورم این چیزیست که میخوانید سرورم. یک مشت افترا. این نویسنده بیشرم اینجا در این کتاب میگوید که پیران ریشه خاکستری و چهره چروکیده دارند، فراوان دچار کم بوده فهمند. من گرچه اینها را باور دارم، اما دور از ادب میدانم که آن را این گونه روی کاغذ بیاورند، زیرا خود شما اگر مثل خرچنگ میتوانستید پس بروید، به اندازه من پیر میشدید. با اینکه دیوانه است، اما باز هم از منطق برکنار نیست. سرورم چطور است که از جریان هوا کنار بروید؟ به گور بروم؟ راست است، آنجا از جریان هوا برکنار است. گاه چه جوابهای پرمغزی میدهد. دیوانگان در نکته پردازی چنان راست به نشانه میزنند که بدان خوبی عاقلان نمیتوانند. باید او را تنها بگذارم و دخترم را با او رو در رو کنم. سرورم از شما اجازه رفتن میخواهم. شما نمیتوانید چیزی از من بخواهید که من با اشتیاقی بسیار زیاد خواهان دادنش نباشم، جز جان خودم، جان خودم، جان خودم. سلامت باشید سرورم. پیر خرفت مزاحم. اگر پی والا حضرت حملت میگردید اینجا هست. سپاسگزارم. خدا نگهدار. سرور ارجمندم. سرور گرامیم. دوستان خوب و مهربانم. چگونه اید گیلدنستر؟ ها روزنکرانس. حالتان چطور است؟ از خلوت نشینان هستیم. خلوت نشین خلوت سرای بخ. چه خبر؟ سرورم هیچ، جز اینکه دنیا به راه رستگاری می رود. پس قیامت نزدیک است. ولی خبرتان درست نیست. چه گناهی از شما سر زده که بخت شما را به اینجا به زندان فرستاد؟ زندان سرورم؟ بله، دانمارک زندان است. پس خود دنیا زندان است. زندانی بزرگ با حجره ها و بیغوله ها و سیاه چال های بسیار، که دانمارک یکی از بدترین آنهاست. ما که چنین فکری نمی کنیم سرورم. به خدا من می توانم در پوست گردوی محصور باشم و خود را شاه سرزمین بیکرانی بدانم.
چه چیز شما را به السینور آورد؟ آرزوی دیدار شما سرورم و دیگر هیچ. چون این بینوا که منم، حتی زبانم در سپاسگزاری قاصر است. آیا دنبالتان فرستادند؟ با من صادق باشید، حرف بزنید. آخر چه بگویم سرورم؟ آیا پیتان فرستادند یا نه؟ گیلدنستر، شما چه میگویید؟ اگر دوستم دارید تفره نروید. پیمان فرستاده بودند سرورم. علتش را خودم به شما میگویم. از چندی پیش نمیدانم چرا همه نشاط خود را از دست دادم. چنان افسردم که زمین جز توده بخارات آلوده به نظرم نمی رسد. سرورم، پس گروه بازیگران چه پذیرایی خشکی از شما خواهند دید. ما در راه آنها را دیدیم که به زودی برای خدمتگزاری می رسند. مقدمشان را گرامی می داریم. آمدند. این هم بازیگران. آقایان، به السینور خوش آمدید. سلامت باشید آقایان. سرورم، بازیگران پایتخت آمدند. آقا، ترتیبی بدهید که بازیگران را در جای راحتی اتراق دهند و از ایشان به خوبی پذیرایی کنید. خداوندگار من، به قدر شایستگی ایشان از ایشان پذیرایی خواهم. خیلی از آن بهتر. اگر از هر کس به قدر شایستگیش پذیرایی شود، کیست که از تازیان جان به در برد؟ راهنماییشان کنید. بیایید آقایان. دوستان من، به دنبال ایشان بروید. فردا برای ما نمایش خواهید داد. و شما آقا، دوست دیرین من، سرورم، آیا می توانید نمایش قتل گنزگو را بازی کنید؟ بله سرورم. فردا شب نمایش خواهیم داشت. آیا می توانید روی 12 تا 16 سطری که من می نویسم کار کنید و آن را در نمایش نامه بگنجانید؟ بله سرورم. بسیار خوب، پس با آن آقا بروید دنبال ایشان. دوستان مهربانم، تا شب به خدا می سپارمتان. به السینور خوش آمده اید. اعلی حضرت، خدا به همراهتان. من به این بازیگران خواهم گفت که در برابر عموی من چیزی شبیه قتل پدرم بازی کنند. مراقب او خواهم بود. اگر یکی خورد و از جا پرید، می فهمم که کار او بوده. شاید شبهی که دیدم فریبم می دهد تا گمراهم کند. اما اشتامی است که با آن وجدان شاه را شکار خواهم کرد. آیا نتوانستید بفهمید این پریشانی او از کجا سرچشمه میگیرد؟ او خود اعتراف میکند شوریده است، اما به چه علت نمیخواهد بگوید. هر بار که او را نزدیک به اعتراف درباره حقیقت حالش میآوریم، با آن زیرکی که در دیوانگی است از چنگمان میگریزد. آیا از شما خوب پذیرایی کرد؟ کاملا شایسته اولیا حضرت. آیا به هیچ سرگرمی تشویقش کردید؟ بانوی من، از قضای گروه از بازیگران به کاخ آمدند. از شنیدن این خبر شاد گشت. اینک آنان اینجایند و به گمانم دستور یافتند امشب در برابر او بازی کنند. درست است، و او از من خواست تا از اعلی حضرتان استدعا کنم برای دیدن تشریف بیاورند. میپذیرم، بسیار خوشنودم. آقایان، اشتیاق او را بدین دلخوشی ها بیشتر کنید. فرمانبردار خداوندگار من. گرترود نازنینم، شما نیز ما را تنها بگذارید. ما ترتیبی دادیم که هملت به اینجا بیاید و گویی بر حسب تصادف خود را با اوفلیا روبرو ببیند، و من و پدر او خود را در جایی پنهان می کنیم که بدون دیده شدن آنها را ببینیم و از نحوه رفتارش دریابیم که آیا غم عشق است که او را رنج می دهد یا نه. اطاعت سرورم. و اما شما اوفلیا، آرزوی من این است که زیبایی پسندیده ایتان علت شوریدگی هملت باشد، و امیدوارم خصال نیکوی شما او را به راه و روش درست خود بازگرداند. آرزوی من هم این است بانوی من. اوفلیا، شما اینجا قدم بزنید. اعلی حضرتا، اگر موافقت فرمایید ما به جای خود برویم. این کتاب را بخوان. تظاهر به این کار میتواند آب و رنگی به تنهاییت ببخشد. صدای پایش را میشنوم. خداوندگار من، از اینجا برویم.
بودن یا نبودن مسئله این است. آیا بزرگواری آدمی در آن است که زخم فلاخن و تیر بخت ستم پیش را تاب آورد، یا که در برابر دریای فتنه سلاح برگیرد و با ایستادگی با آن همه پایان دهد؟ مردن، خفتن، نبیش و نکم. بنداری که ما با خواب دردهای قلب و هزاران آسیب طبیعی که نصیب تن آدمی است پایان می دهیم. مردن، خفتن و شاید هم خواب دیدن. دشواری کار همینجاست، زیرا تصور آن که در این خواب مرگ پس از آن که از این هیاهوی کشنده فارغ شدیم چه رویاهایی به سراغ من توانند آمد میباید ما را در عزم خود سست کند و همین موجب میشود که عمر مصائب تا بدین حد دراز باشد. براستی چه کسی حاضر است در برابر ظلم ظالم، تفرعن مرد متکبر، آلام عشق مردود، نیرنگ های دیوانی و سرزنش هایی که لایقان صبور از دست نالایقان میبینند تن به تحمل در دهد؟ حالان که میتوان خود را با خنجری برهنه آسوده ساخت، چه کسی زیر چنین باری میرفت و عرق ریزان از زندگی توان فرسا ناله میکرد؟ مگر بدان رو که هراس چیزی پس از مرگ، این سرزمین ناشناخته که هیچ مسافری از مرزان باز نیامده است، اراده را کند گرداند و کارهای بزرگ و خطیر به همین سبب از مسیر خود منحرف گردد، حتی نام عمل را از دست بدهد. آخ، دیگر دم فرو بندیم. اوفلیای زیبا، ای پری رو، در نیایش های خود گناهان من همه را بیاد. خداوندگار عزیزم، حال مبارکتان چطور است؟ سپاسگزارم. خوب. خداوندگار من، یادگارهایی از شما نزد من است که میخواستم به شما بازگردانم. خواهش میکنم آنها را پس بگیرید. نه، من هرگز چیزی به شما ندادم. خداوندگار ارجمندم، داده اید و همراه آن نیز سخنانی بس شیرین که آن چیزها را باز گرانبهاتر می نمود. اما اینک که عطر خود را از دست دادند، آنها را پس بگیرید، زیرا هدایای گرانبها اگر اهدا کننده نامهربان گردد در دیده مردم شریف از ارج و بها می افتد. بفرمایید خداوندگار من. شما آیا پاکدامنید؟ خداوندگار من، آیا زیبایید؟ والا حضرت چه میخواهند بگویند؟ این که اگر پاک دامن و زیبایید، پاک دامنیتان میباید فرصت گفتگو به زیباییتان ندهد. مگر زیبایی خداوندگار من میتواند از پاک دامنی هم نشینی بهتر داشته باشد؟ بله، زیرا قدرت زیبایی زودتر از آنچه فکر کنید پاک دامنی را تباه خواهد کرد. من زمانی دوستت میداشتم. خداوندگار من، شما این را به من باوراندید. نباید باور کنید، چون فضیلت را نمیتوان بر وجود ما پیوند زد. من شما را دوست نداشتم. پس من فریب خوردم. به دیر برو. برای چه میخواهی گناهکارانی در دامن خود بپرورانی؟ ما همه نابکاران گستاخی هستیم. سخن هیچ یک از ما را باور مدار. به دیر برو. پدرتان کجاست؟ در خانه خداوندگار. درها و رو بسته باد تا جز در خانه خود حماقتی از او سر نزند. خدا نگهدار. پروردگار مهربان، یاریش کن. اگر خواستار زناشویی هستی، همسر مردی احمق شو. چه آنان که خردمندند خوب میدانند شما چه قولهایی از ایشان میسازید. به دیر برو. خیلی هم زود. خدا نگهدار. ای نیروهای آسمانی، بهبودش دهید. درباره بزکاتان هم چیزهایی شنیدم. خدا به شما چهره ای داده است، ولی خودتان را صورت دیگری در میآورید. روید. دیگر بیزار شدم. همین هاست که دیوانم کرده. آنان که تا کنون ازدواج کردند همه به جز یکی زنده خواهند ماند و ما باقی مردم همچنان که هستند خواهند بود. برو برو، به دیر برو، برو. آه، که چه روح بزرگ بارید چنین از پادر افتاده است. وای بر من از دیدن آنچه دیدم و آنچه اکنون میبینم. عشق و دیوانگی نیست، در روحش رازی است که میترسم مایه خطر باشد. برای پیشگیری از آن رأی من بر این قرار گرفته است.
او را بیدرنگ به طلب باجی که در پرداخت آن قفلت شده به انگلستان روانه کنیم. شاید سفر بتواند او را آرام و افکارش را بهبود دهد. نظر تو چیست؟ تدبیر درستی است، اما من هنوز یقین دارم که اصل این اندوه از عشقی ناکام است. آفیلیا، نیازی نیست که گفته های حضرت هملت را برای من بازگو کنید، خودمان همه را شنیدید. خداوندگار من، اگر صلاح بدانید بگذارید پس از نمایش شهبانو از او بخواهد تا اندوهش را با وی در میان گذارد و من پشت پرده گوش می‌ایستم. هرگاه شهبانو به رازش پی نبرد به انگلستان روانه‌اش کنید یا به زندان بفرستیدش. میباید چنین کرد. دیوانگی شاهزادگان را نمیتوان بی مراقبت گذاشت. این قطعه را خواهش میکنم به همان شکلی که برایتان خواندم با لحنی شمرده و بی تکلف بخوانید، اما اگر همچون بسیاری از بازیگران بخواهید نعره بکشید همان بهتر که من این کار را بر عهده جارچی بگذارم. اینطور هم دستهایتان را در هوا تکان ندهید، بلکه از همه بابت نرم و سنجیده باشید. والا حضرت اطمینان داشته باشند. حرکات خود را مناسب گفتار و گفتار را هماهنگ حرکات خود کنید، زیرا هر گونه افراطی از این دست از منظور و مراد نمایش بدور است. هدف نمایش از آغاز چنین بوده و هنوز هم هست که اگر بتوان گفت آینه ای در برابر طبیعت نگه دارد و چهره فضیلت و تصویر رزالت را بدانها بنماید و به زمانه و هیئت اجتماع نشان دهد بر چه رنگ و چه رسمی است. امیدوارم که ما این نقیصه ها را تا اندازه ای در خود رفع کرده باشیم. آه، به کلی رفعش کنید و نگذارید کسانی که در نقش دلغک بازی می‌کنند بیش از آنچه برایشان پیش‌بینی شده حرف بزنند. بسیار خوب، دیگر آماده شوید. بروید. خب، عالی جنابان، خداوندگار من، آیا شاه به تماشای نمایش خواهد آمد؟ بله، با شهبانو تا چند لحظه دیگر میرسند. به بازیگران بگویید که شتاب کنند. اطاعت سرورم. شما دو نفر هم کمک کنید تا بازیگران زودتر به جنبند. به چشم خداوندگار من. سپاسگزارم. آی هوراشیو. خداوندگار عزیز، دوش به فرمان. هوراشیو، تو درست کارترین کسی هستی که در عمرم با وی سر و کار داشتم. خداوندگار عزیز، نه گمان مبر که سر چاپلوسی دارم، زیرا تو با اینکه میبایست به هر مشقتی تندهی مردی بوده ای که به هیچ چیز سرفرود نمی آورد و لطمات سرنوشت و نوازش های آن را به یکسان می‌پذیرد. امشب در حضور شاه نمایشی بازی می‌شود. یک صحنه‌اش یادآور چیزهایی است که درباره مرگ پدرم به تو گفتم. از تو خواهش دارم با همین نیروی خود مراقب عموی من باشی. هرگاه تبهکاری نهفته‌اش به شنیدن گفتاری از پرده پدر نیفتد، پس شبی که ما دیده‌ایم دوزخی بوده. خود من نیز چشمانم را به چهره‌اش خواهم دوخت. چشم خود خود را به دیوانگی بزنم. به جای خود برو. حال برادرزاده من هملت چطور است؟ آله حضرت. بسیار خوب، بسیار خوب. هوا می خورم، وعده و وعید فرو می دهم، اما خروس عقده را اینجور پرورش نمی دند. گوگلی گوگو. من که از این جواب سردر نمی آورم. هملت، این گفته ها به کار نمی آید. به کار من هم نمی آید. خداوندگار من، میگفتید یک بار در دانشگاه بازی کرده اید. بله خداوندگار من، و میگفتند که بازیگر خوبی هستم. در چه نقشی بازی میکردید؟ در نقش جولیوس سزار. بروتوس مرا کشت. چقدر سنگ دل بود این بروتوس که گوساله‌ای بدین پرواری را کشت. بازیگران آمادند؟ بله خداوندگار من، منتظر دستورند. هملت جان، بیا اینجا کنار من بنشین. نه مادر جان، جاذبه دیگری اینجاست. متوجه شدید چه گفت؟ خانم،
آیا می توانم زیر پای شما دراز بکشم؟ نه خداوندگار من. می خواستم بگویم می توانم کنار شما بنشینم؟ بله خداوندگار من. سرخوشید خداوندگار من. چه من؟ بله خداوندگار من. به خدا من رند بزلگوی شما هستم و بس. مگر انسان بهتر از سرخوش بودن کاری دارد؟ مثلا ببینید مادرم چه شاد و خندان به نظر می رسد و الان که 2 ساعت بیش نیست که پدرم مرده. خداوندگار من، 4 ماه می شود. چه؟ این همه؟ آه نه پروردگارا، 4 ماه پیش مرده و هنوز فراموش نشده. پس می توان امیدوار بود که خاطره یک مرد بزرگ 6 ماهی پس از خودش زنده بماند. خودمان و این نمایشمان از شما استدعا داریم کرنشکنان، گوش بفرمایید با لطف و شکیبایی. از آن روز که عشق دلهای ما و ازدواج دستان ما را پیوند زد، آفتاب 3 بار گرد کره خاک گردید. خدا کند پیش از آن که عشق ما بمیرد باز همانقدر گردش آفتاب و زمین را شماره کنی. به زودی نازنین من باید ترکت بگویم، اما تو محبوبم پس از من در این جهان زیبا زندگی خواهی کرد و شاید هم کسی را به همین مهربانی به شوهری. بس کنید، چون این عشقی اگر در سینم راه یابد این خیانت است. نفرین بر من اگر شوهر دیگر اختیار کنم. هیچ زنی به شوهر دوم نمی رود مگر آنکه شوهر اول را کشته باشد. یقین دارم که آنچه کگنون می گویید همان است که در اندیشه داری، ولی چه بسا که ما از آن چه عزم کرده ایم روی برمیتابیم. این جهان پایدار نیست، در این صورت چه جای شگفتی است که حتی عشق ما با پست و بلند احوال ما دگرگون شود. ولی با آن چه در نخست میگفتم برمیگردیم، اندیشه هامان از آن ماست اما نه سرانجام کارشان. پس چنین پندار که شوهر دیگری نخواهی کرد، ولی با مرگ نخستین سرورت این پندار تو هم خواهد مرد. نفرین بر من و سوگند که اگر روزی بیوه شوم و بیوه نمانم. سوگند بزرگی است دلبندم، حال تنهایم بگذار. خستم، افسردم و میخواهم بخوابم. سرنوشت بدخواه هرگز از هم جدا من مکناد. بانوی من، آیا این نمایش را میپسندی؟ به نظرم بانوی صحنه در اظهار عشق افراط میکند. ولی به عهد خود وفادار خواهد ماند. نمایش نامه را خوانده ای؟ ایرادی که ندارد. نه، همه شوخی است، به شوخی زهر میدند، کمترین ایرادی ندارد. نام نمایش نامه چیست؟ تلموش. موضوع این نمایش قتلی است که در وین رخ داده. دوک گونزاگو نام دارد و زنش باتیستا. کلک پست میزنند، اما مهم نیست. اعلی حضرت و بنده که وجدان پاکی داریم به ما بر نمیخورد. این که وارد شد لوسیانوس است، برادرزاده شاه. شما خداوندگار من سخنگوی خوبی برای صحنه هستید. میتوانم آنچه را که میان شما و دلدادتان میگذرد توصیف کنم، به شرط آنکه ناظر بازی عروسک ها باشم. چه زبان نیشداری خداوند من، چه زبان نیشداری. اگه بخواید نیشم را بیرون بکشید ناله تان در خواهد آمد. چقدر سنگدل. همانطور که شما باید با شوهرانتان باشید. دست به کار شو ای تبهکار. نیت سیاه، دست چالاک، زهرکاری و وقت مناسب. همه اسباب فراهم و هیچ آفریده دیگر بر این صحنه بینانه. حال به خاصیت سرشت جادوی شوم خود
بر این جانتان درست بتار. اونا در باغ به زهر میکشند تا بر قلم روی شاهیش دست یابند. اکنون خواهید دید که قاتل چگونه دل از زن گنزگو می رو باید. شو از جو برخواست؟ چه از یک تیر مشقی وحشت کرد؟ من چی شد؟ نمایش را قطع کنید. نمایش را قطع کنید. برای مشعل بیاورید. بگذار گرگ زخم خورده برود و موی سر دهد و گوزن آسیب ندیده بازی و نشاط کند، زیرا هنگامی که برخی در خوابند برخی دیگر باید بیدار بمانند. چرخ روزگار میگردد. اورشیوی عزیزم، آیا متوجه شدی؟ من خداوند کارم آنجا که سخن زهر میان آمد. خیلی خوب متوجه. فلوت فلوت. خداوندگار عزیزم، میخواهم چیزی بگویم. ای آقا، یک داستان کامل. شاه قربان. خب آقا، در چه کار است؟ تخت برآشفته است. برآشفته از میخواری آقا؟ مادرتان شهبانو با ناراحتی بسیار مرا نزد شما فرستاده است. خوش آمدید. خداوندگار عزیزم، لطف بفرمایید و پاسخ معقولی به من بدهید. نمیتوانم آقا، پاسخ معقولی نمیتوانم به شما بدهم، حواسم پریشان است. خداوندگارم، رفتارتان موجب شگفتی و حیرت مادرتان شده است. چه پسر عجیبی که توانسته مادرش را به حیرت افکند. ادامه دهید. میل دارد پیش از خواب در سرای خود با شما سخن بگوید. میپذیرم. خداوندگار من، شما زمانی دوستم میداشتید. باز هم دارم. به همین انگشتان دزد و جیب برم سوگند. خداوندگار عزیزم، علت آشفتگیتان چیست؟ آقا، من امکان پیشرفت ندارم. چون این چیزی چگونه ممکن است؟ حالان که خود شاه گفته که جانشین او بر تخت دانمارک شما خواهید بود. تا گوساله گاو شود. فلوت، یکی به من بدهید. بفرمایید سرورم. برای چه همیشه در پیان هستید که از من حرف بیرون بکشید؟ انگار میخواهید مرا به دام بیندازید. خداوندگار من، میل دارید با این فلوت چیزی بنوازید؟ نمیتوانم خداوند. خواهش میکنم. باور بفرمایید نمیتوانم. استدعا میکنم. نواختنش را هیچ نمیدانم خداوند. آها، کار آسان نیست. مثل دروغ گفتن. انگشت ها و شست خودتان را روی این سوراخ ها بگیرید، با دهن در آن بدمید تا با رساترین نوای موسیقی سخن بگوید. ببینید، کلید هایش اینجاست. ولی من نمیتوانم کمترین نغمه ای از آن بیرون بیاورم. در این کار دستی ندارم. پس ببینید چه ناچیزم میشمارید. دلتان میخواهد از من نغمه ای بیرون بکشید. میخواهید وانمود کنید که پرده های مرا میشناسید، پرده های روح مرا. میخواهید کنه راز مرا به چنگ آورید. راستی، آیا گمان میبرید به سخن در آوردن من از یک فلوت هم آسانتر باشد؟ درود بر شما آقا. خداوند کار من، شهبانو میخواهند هم اکنون با شما سخن بگوید. عالی جناب، آن ابر را آنجا میبینید که تقریبا به شکل شتر است؟ به خدا سوگن، پراستی گویی شتری. اما گمان میکنم شبیه راسوست. همکنون نزد مادرم خواهم رفت. همکنون همین را به عرض خواهم رسان. آقایان، مرا تنها بگذارید. اعلی حضرت. شرف چنون میتوانم خون گرم بنوشم و دست به چنان کار دهشت انگیزی بزنم که روز از دیدنش بر خود بلرزد. ولی آرام آرام، نخست نزد مادرم بروم. ای قلب من، سرشت انسانی خود را از دست مده. چنان کن که من بیرم باشم، نبت سرشت. سخنان من چون خنجری بر او فرود خواهند آمد، اما خنجر به کار نخواهم برد. اعلی حضرت، از او خوشم نمی آید. او را در دیوانگیش آزاد گذاشتن برای ما بی خطر نیست. آماده باشید، فرمان شما را می دهیم که بنویسند. او با شما راهی انگلستان خواهد شد. خودمان را آماده خواهیم کرد. هرچه سریع تر آماده رفتن بشوید. سریع دست به کار خواهیم شد اعلی حضرت.
خداوندگار من، اینک نزد مادر خود می رود. یقین دارم که شهبانو او را سرزنش خواهد کرد، ولی همانطور که خود فرمودید بهتر از کس دیگری در جای مناسبی قرار بگیرد تا بتواند گفتگویشان را بشنود. سپاسگزارم آقای عزیز. با اجازه سرورم. تبهکاری من پلید است و آسمان را به گند می آلاید. کشتن برادر، با آنکه دلم سخت مشتاق است از دعا کردن عاجزم. گناه من که به نیرو فزونتر است، نیت نیرومند مرا از پای در می آورد. ولی چه دعایی شایسته حال من تواند بود، زیرا من همچنان از ثمرات قتل بهره‌مندم، یعنی از تاج شاهی، اقتدار و شهبانوی خود برخوردارم. آیا میتوان بخشوده شد و باز در ملازمت جنایت بود؟ پس چه باید بکنم؟ آیا دست به دامن توبه باید شد؟ چه دلی به سیاهی مرگ. سرگرم دعاست میتوانم او را به سزای عملش برسانم، اما در این حال به آسمان خواهد پیوست. با این کارایا من انتقام گرفتم؟ پس اگر من جان او را هنگامی بگیرم که سرگرم تطهیر روح خیش است و برای سفر آخرت آماده و در خور گشته، آیا از او انتقام کشیدم؟ نه ای شمشیر من، زخم خود را برای زخمی دهشت بارتر نگه دار. هنگامی که او مست خفته یا هنگام قمار یا سرگرم کاری است که هیچ بوی رستگاری از آن نمیتوان شنید. باید رفت، مادرم در انتظار است. همین دم خواهد آمد، البته با وی درشتی کنید. من پشت این پرده بی صدا میمانم. خواهش میکنم با وی تند و رک باشید. مادر، به شما اطمینان میدهم. مادر جان نترسید، پنهان شوید. خب مادر، چه کارم داشتید؟ هملت، تو پدرت را سخت آزرده اید. شما پدرم را سخت آزرده اید. یاوه جواب می دهید. طرز سوال می کنید. چه گفتی هملت؟ شما چه فرمایشی دارید؟ فراموش کرده ای من که هستم؟ آه نه، سوگند که نه. شما شهبانویید، زن برادر شوهرتان، و ای کاش چنین نبود مادر من. پس اگر این است، کسانی را بر تو می گمارم که بتوانند با تو حرف بزنند. نه بنشینید، از اینجا تکان نخواهید خورد، جایی نخواهید رفت تا من آینه ای در برابرتان بگیرم که بتوانید تا ژرفهای وجود خود را در آن ببینید. چه میخوای بکنی؟ مرا بکشی؟ آی آی، کمک کمک. چه میکنی؟ چه؟ اینجا موش بود؟ وای وای، این چه کار بود کردی؟ نمیدانم، آیا شاه بود؟ آه چه کار نسنجیده و خونینی. تقریبا به همون زشتی که شاهی را بکشند و به همسری برادرش درآیند. شاهی را بکشند؟ بله خانم، بله، همین که گفتم. باید ببینم پشت این پرده چه کسی بود. بیچاره مرد فضول، بدرود، تو را به جای شاه گرفتم. با سرنوشت خود بساز. خوش خدمتی از حد که با گذرت گاه خطرناک است.
شما بنشینید، خاموش بمانید تا من قلبتان را، اگر عادات دوزخی در برابر هر احساسی همچون مفرق سخت و مقاومش نکرده باشد، متاثر گردانم. مگر من چه کردم که به خود جرأت می‌دهی زبانت را با چنین خشونتی در حق من بگردانی؟ کاری که لطف و سرخی دلنشین آزرم را لکه‌دار می‌سازد، پارسایی را به دروغی مبدل می‌کند، کاری که عشق معصوم را داغ ننگ می‌زند و پیمان زناشویی را دروغ می‌نماید. وای بر من، این کدام عمل است که مرتکب شدم؟ بنگرید، دو تصویر از دو برادر، ببینید چه فروش و کوهی بر این سیما بود. چون این کسی شوهرتان بود و این شوهر تازه شماست، خوشه سنزده ای که خوشه سالم را پژمراند. آیا چشم دارید چگونه توانستید کوهستان سرفراز را ترک کنید و در چنین مردابی بچرید؟ آیا چشم دارید؟ نمی توانید بگویید که این از سر دل باختگی است، زیرا در سن و سالی که شما هستید شور سرکشی فروکش می کند و رام می شود و خود را به دست خرد می سپارد. کدام خرد پس از آن به این روی می آورد؟ کدام اهریمن بود که چشمتان را باز و چون این فریبتان داد؟ هملت، هملت، بیش از این مگو. تو نگاه مرا به شرفای روح من برگردانده ای و من لکه های سیاه برام میبینم. بله، در بستر آلوده، در تباهی فرو رفتن و تن به نوازش دلغکی. سخنانت همچون خنجر در قلبم فرو میرود. حملت نازنینم، بیش از این مگو. یک آدم کش فرو ماگه، یک زرقری دلغکی در حیط شاه. دیگر نگو. خداوندا یاریم کن. حضرت، حضرت چه فرمایشی دارید؟ سوز دیوانه است. مبادا برای سرزنش پسر کاهل خود آمده باشم. بگویید. آموش نکن، دیدار من جز برای آن نیست که از سستی گرفتی تو را برانگیزم. ولی بنگر، مادرت را سرگشتگی از پا برافکنده. میان او و روحش که در کشاکش است میانجی شد. او سخن بگو حملت. شما را چه میشود؟ وای، خود شما را چه میشود که چشمتون را به فضا خالی دوخته اید و با هوا سخن میگوید؟ آه پسر بزرگوارم، نگاهت را به چه دوخته اید؟ به او ببینید، چه رنگ مینگرد. با که در سخن هستی؟ آیا آنجا چیزی نمیبینید؟ هیچ، ولی هرچه از همه را میبینم. هیچ چیز هم نشنیدی؟ نه، هیچ، جز گفتگوی خودم. آنجا را نگاه کنید، ببینید چگونه میرود. پدرم در جامعه‌ای که هنگام زندگی داشت، نگاه کنید، از آن در بیرون میرود. این همه ساخته و پرداخته ی ذهن شماست، هزیان. هزیان؟ نبض من به اندازه نبض شما منظم میزند. این دیوانگی نیست، همه را میتوانم از نو بگویم. پیش خدا به گناه اعتراف کنید، از آن چه گذشت پشیمان شوید و در آینده از آن بپریزید. در پای گیاه هرس کود نباشید. این خیرخواهی مرا هم بر من ببخشید. چه از برکت این روزگار پرهیزگاری می باید از بدکاری پوزش بخواهد دست. ادعا کند که اجازه دهد تا در حق وی نیکی کند. حملت، قلبم را بدون کردی. آن نیمه را که بدتر است دور بیفکنید و با نیمه دیگر پاکتر زندگی کنید. شب بخیر. به بستر عمویم نروید. اگر هم پرهیزگاری در شما نیست بدان تظاهر کنید. یک بار دیگر شب بخیر. از شما تمنای دعای خیر دارم. و ما درباره این مرد پشیمانم. من او را از اینجا میبرم و جوابگوی مرگ او خود خواهم بود. باز یک کلمه دیگر بانوی عزیز، چه باید بکنم؟ من باید به انگلستان بروم، میدانید. افسوس، فراموش کرده بودم چون این تصمیم میگرفتم. نامه ها سر به مهر آماده است و دو هم شاگرد من که اعتمادم به دیشان چنان است که به نیش افعی حامل دست خطا هست. به راستی این مشاور شاه که در زندگی فرومایه یبله و پرگو بود، اینک پس آرام و راز پوش و باوقار است. بیاید آقا،
بیایید تا با شما کارمان را به پایان برسانیم. شب بخیر مادر.